جناب دکتر ایمن، در بوش هستیم و شما لطف کردین که راجب یک بخشی از تفکر امر، راجب تاییدات الهیه و اراده حق صحبت کنیم. بله، من به شما گفتم که یک خاطراتی دارم از مشاهدات شخصی درباره ید غیبی الهی، که حضرت ولی امرالله می‌فرمایند ید غیبی الهی در کار است. این رو من در بعضی موارد شاهدش بودم. حالا یه چند تا از اونا رو براتون مثال میزنم. یکی از اونا کشف مدفن جناب بدیع است. چون ما همه داستان جناب بدیع رو شنیدیم که منجر به شهادت ایشون شد، اما اینکه ایشون رو در کدوم نقطه دفن کردن مجهول بود. وقتی که حضرت ولی امرالله دستور دادن که در ایران یک لجنه ملی اماکن متبرکه تأسیس بشه و مثال زدن که این لجنه چه نوع مکانها و محلهایی رو باید تشخیص بده، آیدنتیفای بکنه و ببینه چه کار راجبش میشه کرد، حفظ کرد، این لجنه یک لیستی درست کرد و اون رو حضور حضرت ولی امرالله فرستادن و حضرت ولی امرالله بعضی نکات رو تذکر دادن که اضافه بشه و اینا. یکی از محلهایی که در اون فهرست قرار داشت مدفن جناب بدیع بود، که مشخص بود که جناب بدیع در گلندوک شهید شده، ولی این جسد رو چیکار کردن، کجا دفن کردن معلوم نبود. گلندوک یک آبادی هست در شمال غربی تهران، در راه جاده‌ای که میره به لشکرک که اونم یک ناحیه یعلاقی است. از لشکرک که ما رد میشیم به طرف افجه، گلندوک قرار گرفته. در گلندوک یک باغ خیلی بزرگی بود متعلق به خانواده خواجه نوری. خواجه نوری ها نسبت فامیلی داشتن با خانواده حضرت بهاءالله، چون هر دو نوری بودن و اونا اطلاع داشتن که این مسئله مدفن جناب بدیع مورد علاقه بهایی هاست و مایلن که اونو پیدا کنن و بخرن. تو فکر این بودن که این باغ خودشون یا یه قسمتی از اون رو به این حساب به جامعه بهایی بفروشن، یا لااقل بگن خب اگه زیارت میخواییم بکنین باید بیاین تو باغ ما و خلاصه بساطی درست کنن. یه همچی صحبت هایی بود. بنابراین در این جلسات لجنه ملی اماکن متبرکه منزل ما تشکیل میشد، بیلنتی که هم پدر من هم مادر من هر دو عضو این لجنه بودن و منم در اون موقع مثلا خیال میکنم حدود 10 سالم بود یا در این حدود، و یکی از وظایف من این بود که وقتی لجنه تشکیل میشد چایی ببرم سرو بکنم یکی دو مرتبه تو جلسه، و چون من در اون موقع علاقه داشتم همراه مادرم که در کلاس فاضل مازندرانی، برای خانم ها فاضل مازندرانی یک کلاس داشت، هر هفته روزهای دوشنبه عصر ایشون می اومد و برای خانوما که علاقه مند بودن تدریس می کرد مسائل امری، تاریخ و احکام و کتب اصلی امر و اینا رو. جناب فاضل مازندرانی هم نماینده محفل ملی بود در این لجنه هر وقت لازم می شد. من چون در اون کلاس می رفتم با مادرم و صحبت های جناب فاضل رو گوش می کردم، علاقه به تاریخ پیدا کرده بودم و وقتی هم که منزل خودمون این جلسه بود من پشت در اتاق می شستم و از این مباحثی که درباره تاریخ امر مطرح می شد و اشخاصی مثل خود جناب فاضل، مثل جناب ملک خسروی، اینا که علاقه داشتن و مطالعاتی داشتن، سوابق و مدارک داشتن، اونجا مطرح میکردن جالب بود. من از جمله متوجه شده بودم که یکی از مسائلی که اینا بهش علاقه دارن و گاهی اوقات صحبت میکنن همین پیدا کردن مدفن جناب بدیع، و جوابی براش نداشتن.
اتفاقا ما منزلمون با منزل خانواده سمیعی دیوار به دیوار بود، پل هم دیگه بود و ما بچه های خانواده ما و خانواده سمیعی همیشه با هم بودیم، مثل خواهر و برادر، مخصوصا در تعطیلات که اغلب روزا با هم بازی میکردیم، بنابراین خیلی رفت آمد داشتیم. تابستون بود و جلسه ضیافت 19 روزه در منزل سمیعی توی حیات تشکیل می شد. من یکمی زودتر به خاطر بچه ها رفته بودم منزل سمیعی، دیدم که اینا صندلی ها رو گذاشتن و فقط دو نفر اون موقع رسیده بودن، هنوز بقیه نیامده بودن. اون دو نفر، یکیش عموی مادر من بود آقای حمیدی، محمد حمیدی، و یکی هم اسمش عبدالرحیم بود و پدر خانم دکتر زیایی، دکتر فؤاد زیایی. بله، من رسیدم دیدم که این جناب عبدالرحیم، اگه اسمش درست بگم شاید هم اشتباه میکنم، داره یه داستانی رو تعریف میکنه برای عموی مادر من جناب حمیدی. میگفت که منزل من در یه سراح ترشت بود تو خیابون سپه بین چهارراه حسن آباد و یعنی میدان پهلوی و میدان توپخانه. در اونجا یک حیاتی بود، یه منزلی بود، خیلی حیات بزرگی بود که دور تا دورش اتاق بود، هر اتاقی یه واحد زندگی بود و اشخاص مختلف، بیشتر مردها، این اتاقا رو اجاره کرده بودن، هر کدوم تو یکی از این واحدا زندگی میکردن و این آقای عبدالرحیم در یکی از اون اتاقا زندگی میکرد. گفت که عصرا که میشه این کسانی که تو این اتاقا زندگی میکنن، مردای نسبتا مسن بازنشسته، میان وسط این حیات، یه حوض، من این حیات رو دیده بودم، کاملا وارد بودم اینا چی میگن، وسط این حیات بزرگ یه حوض گرد بزرگی بود. این گفت که عصرا که میشه این مردایی که اینجا زندگی میکنن مثل خانه سارمندان، میان دم این حوض میشینن و شروع میکنن با هم قصه گفتن. امروز من رفته بودم اونجا نشسته بودم، تعدادی از این مردایی که اینجا زندگی میکنن سالخورده ها، اینها سابقه شون میر قزب های دوره قاجار بودن و گاهی وقتا میشستن وقایع زندگی خودشون رو برای هم دیگه تعریف میکردن. امروز یکی از اونا داشت تعریف میکرد داستان جناب بدی رو، چون این جزو دشخیمایی بود، میر قزبایی بود که با حاجب الدوله کار میکرد و حاجب الدوله اون شخصی بود که جناب بدی رو دستور شهادت شداد و شهید کرد، یعنی اول شکنجه و بعدم. گفت که از عجایب زندگی من این است که یک جوانی آمد در نیاوران و داستان رو گفت که نامه ای داشت و توی کوه وایساده بود روی سنگی و ناصرالدین شاه از چادر اومد بیرون، با دوربینش اطراف رو تماشا میکرد، چشمش افتاد که یه شخصی در روی کوه روی سنگی نشسته و یه کاغذی هم دستش گرفته، فهمید که این منظوری داره، یکی رو فرستاد و آوردن و خلاصه قصه رو که همه میدونیم تعریف کرد. بعد حاجب الدوله گفت باید ببینی که این، چون ناصرالدین شاه همش ترس داشت که باز دوبارهش بابیا بهش حمله بکنن، گفت بریم ببینیم کی پشت سر اینه، اون گروه رو پیدا کنین. اینا حاجب الدوله اصرار داشت به جناب بدی که تو بگو پشت سر تو کیا بودن. این شخص هم همیشه میگفتش که اصلا نبودن، من رفتم عکا، حضرت بهاءالله به من مأموریت دادن، گفتن با هیچ کس هم تماس نگیر، منم نامه رو آوردم دادم، هیچ کس رو نمیشناسم. ولی حاجب الدوله برای اینکه دستور شاه عمل کنه خیلی سختگیری میکرد، خلاصه انواع شکنجه ها رو به کار برد، از تازیانه زدن و کارهای زشت دیگه، تا جایی که دستور داد، چون این همیشه همون حرفو میزد،
و یه حالت بشاشی هم داشت، یعنی ناراحت نبود از این که صدمه میبینه. بهش گفت که اگر نگی که کیا اینجا پشت سر تو هستن، من تو رو با آتش داغ میکنم. یعنی آهن و سیخای آهن رو میذاشتن توی آتش و بعد میشن رو بدن. گفت از عجایب این بود که وقتی ما این سیخای سرخ شده میله های آهن رو به بدن این میذاشتیم و بدنش شروع میکرد سوختن، این میخندید، اصلا مثل این که درش هیچ اثری نمیذاره. و حاجب دوله به تعجب افتاده بود که این چه جور آدمی است که هیچ نوع زجر و صدمه این رو از پا در نمیاره و این همش میخنده. بالاخره گفت که اگر جواب ما رو ندی، من مخ تو رو میترکونم، میشکافم، فلان. خلاصه یک پتک بزرگی رو برداشت و همچین زد به سر جناب بدی که سرش داغون شد و دیگه پوت کرد. بعد این تیکش، حالا اصل همه این قصه رو من گفتم برای این تیکه، گفت که وقتی که این جوان رو کشت، به ما گفتش که این موجود معمولی نیست، این حتما دوباره زنده میشه و میاد سراغ ما، بنابراین باید ما یه فکری بکنیم که این اگه زنده شد نتونه بیاد سراغ ما. و دستور داد که ما این رو در اون نزدیکی دفن بکنیم، بالاتر از اونجا توی این سرازیری که اونجا بود یه سنگ سفید خیلی بزرگی بود، گفت برین اون رو بغلتونین، اون سنگ رو بیارین بذارین روی اونجایی که دفن کردین که اگه زنده شد نتونه بیاد بیرون. این قصه رو تعریف میکرد برای عموی مادرم. من خیلی تعجب کردم، دیدم این درست جواب سوالی است که در این لحظه مطرحه. این بود که آمدم منزل و به پدرم گفتم که این یه همچی داستانیه. پدرم هم در لحظه اینو مطرح کرد و قرار شد که یه هیئتی برن اینو ببینن. سه چهار نفر از اهل کیش، پدر من بود، منم همراهشون رفتم. اینا اومدن و رفتیم به گلندوک. وسط گلندوک یه منطقه بازی داشت که از یه طرف جاده بود که به لشکرک و تهران میرفت، اون جاده ادامه پیدا میکرد، از اون طرف این محوطه میرفت به طرف افچه. این بود که اونجا گفتن که محلی بوده که چادر ناصرالدین شاه نزدیک اینجا بوده. این اعضای هیئت رفتن اونجا و طبق این قصه ای که این شخص تعریف کرده بود نگاه کردن و من خودم هم بودم، دیدیم که یه سنگ سفید خیلی بزرگی در کنار جاده قرار گرفته، عیناً همون شرحی که این داده بود، و معلوم شد که مدفن جناب بدی اونجاست. خانواده خواجه نوری که یکم در سیستم دولتی اون موقع مقامی داشتن و نفوذ داشتن، اصرار داشتن که این اشتباهه، مدفن تو باغ ماست. ولی این شخص، این میرغضب که تعریف کرده بود، دیگه شکی باقی نذاشت. به این ترتیب مدفن جناب بدی دقیقا محلش معلوم شد. البته چون این جایی که این جسد رو دفن کرده بودن در کنار یک دشتی بود که حالت مزرعه داشت و یک جوب آبی از کنار اون رد می شد. بعدها وقتی که جناب دکتر رو آمدن به تهران و بعضی از این اماکن رو می رفتن زیارت می کردن، به اونجا که رسیدن صحبت ما این بود که آیا صلاحه که ما این زمین رو بکنیم و ببینیم اگر همچین جسدی هست در بیاریم. ایشون گفتن به می تونید این کار رو بکنید ولی چیزی پیدا نمی کنید. گفتیم چرا؟ گفتن که چون اینجا این آب دائم رد می شده و نشت می کرده به زمین، این جسد دیگه بعد از 100 سال پوسیده و از بین رفته، چیزی اونجا شما پیدا نمی کنید. در هر حال محل به این ترتیب معلوم شد. این یک مثال از ید غیبی که شما وسیله شدین بچه 10 سالی. بله، چه خیلی چیزا رو نشون میده
که این ید غیبی کمک و همراهی انسان‌ها رو لازم داره.